سلام، وقتتون بخیر. حضورتون عرض کنم که با اولین جلسه کلاس ریاضی انسانی در خدمتتون هستیم. جلسه صفرم اصطلاحاً هستش و در این جلسه یک توضیحات کوتاه من البته در مورد نحوه کار و برنامه‌ای که داریم و خدمتتون میگم و بعد در ادامه خب یک بخشی رو با هم دیگه تدریس میکنیم. خودتون عرض کنم همینطور که میدونید در کنکور سراسری برای رشته انسانی درس ریاضی شامل 20 تا تست هست که اگر بخوایم از نظر محتوا تقسیم بندی کنیم معمولا اینطوریه که 6 تا تست از کتاب دهم هست، 6 تا تست از کتاب 11 و 8 تا تست هم از کتاب 12 خواهد بود. خب با این نوع تقسیم بندی تقریبا میشه گفت بیشترین سهم رو کتاب 12 داره با 40%، ولی کتاب 10 و 11 هم خب هر کدوم 30% ریاضی کنکور انسانی رو به خودشون اختصاص میدن. تو برنامه کلاسی که ما با هم خواهیم داشت، ما از تابستان 1401 از تیر ماه انشالله کلاسمون با کتاب 10 شروع میشه. سعی میکنیم حالا با تعداد جلساتی که در آینده اضافه خواهیم کرد کتاب 10 رو سریعتر به سرانجام برسونیم، ولی معمولاً اینطوری هست که ما در طی سال هم با کتاب 10 و 11 ارتباط خواهیم داشت، چون به هر حال اینکه ما بگیم در همین فاصله یکی دو ماهی که فرصت هست میایم تمام کتاب 10 و 11 رو تموم میکنیم خیر، ولی استارت کارتمون از کتاب کارمون از کتاب 10 خواهد بود. خب این که از نحوه کار در ضمن، خب کتاب و جزواتی هم انشاءالله در اختیارتون قرار میگیره که میتونید از طریق سایت و پشتیبانی تهیه بفرمایید. کتاب کنکور 10 جدا هست، 10 و 11، و کتاب 12 هم که خب به محضی که چاپ بشه که برای اول مهر اون کتاب لازم داریم، به هر حال میتونید این دو تا کتاب رو تهیه کنید که در ادامه بتونید از کلاس استفاده بهتری ببرید. خب تا اینجا حضورتون عرض کنم که نکته‌ای که از حالا پرسیدین رایگان هست، نه، این کتابا رو باید هزینه رو با توجه به سایت هزینه‌ش رو پرداخت کنید. البته اگر خود مؤسسه قرار به شما رایگان بده من در جریان نیستم، و خب به هر حال این جزوات رو باید تهیه داشته باشید تا بتونید با کلاس بهتر پیش برید. گرچه حالا فایل قسمت به قسمت، بخش درس به درسش به صورت PDF هم توسط پشتیبانی کلاس و سایت در سایت قرار میگیره برای شما، ولی خب به خاطر اینکه شما یه منبع تستی داشته باشید بتونید به طور کامل تستاشو بزنید، خوب پیش برید و حضورتون عرض کنم با کلاس بتونید خوب روندی رو طی کنید، قطعا کتاب به صورت نسخه چاپی داشته باشید برایتون شما بهتر هست. خب چیزی که من در ریاضی انسانی من خیلی لازمه تو همین جلسه صفرم بهتون بگم، نحوه مطالعه ریاضی هست که حالا در خلال تدریس و کارمون هم حالا متدهای مختلفش رو به شما آموزش میدیم و روش پیشنهادی به شما خواهیم گفت، و علاوه بر اینکه خب حالا شما در درس ریاضی برای که بتونید یه تست رو خوب بزنید هم تو زمان مورد نظر و همین که خوب بتونید تست رو از نظر مفهومی خوب بفهمید، خب سه قسمت میشه، سه تا دستبندی کرد، سه بخش کرد برای شما. بخش اول اینکه خب شما باید مطلب براتون خوب جا بیفته، اصطلاحا مطلب تفهیم بشه و مطلب رو درست یاد بگیرید، و بعد برسید به بحث تسلط. خب تو بحث تسلط هم با تمرین و تست زدن زیادی که روی اون بحث انجام میدید این تسلط رو برای خودتون مسجل میکنید. گام سوم بعد از تفهیم تسلط، مهمترین بخش کار سرعتی کار تست زدن هست، یعنی اینکه بتونید در زمان استاندارد هر تست که برای ریاضی 1 دقیقه و 20 ثانیه هست شما بتونید این تست رو در 1 دقیقه و 20 ثانیه و حتی کمتر از اون زمان تست رو بزنید تا بتونید از زمان اضافی که انشالله توی اون تستای راحت تر، تستای معمولی تر و تستای سطح متوسط تر به دست میارید اون زمان رو بذارید برای تست های پرمحاسبه تر و سنگین تر. خب در کناری که تفهیم، تسلط و سرعتی زدن تست
بخش های تکنیکی کار شما خواهد بود که شما با این سنو و کار باید خودتون رو برسونید به آزمون. حضورتون عرض کنم چیزی که خیلی مهمه اینه که شما محاسبات ذهنی و سریع رو هم یاد بگیرید. ما تو این کلاس محاسبات ذهنی و سریع رو حتما به شما آموزش میدیم، به دلیل اینکه بعضی از تستا بچه ها اگر محاسبات سریع و ذهنی رو براش استفاده کنیم و به کار بزنیم، قطعا میتونیم تست رو سریعتر و راحتتر اصطلاحا حل کنیم. بله، نحوهی که چطور تست رو کار کنید، نحوه تست رو چطور یاد بگیرید میگیم. اما گام اولی که شما باید تو جلسه صفرم من به شما پیشنهاد میکنم انجام بدید، و حالا نمونه هایی هم از دلایل این صحبت ها رو توی تست کنکور 1401 عیناً بهتون نشون میدم، اینی که بچه ها ببینید، شما باید مطالب ریاضی کتاب های هفتم، هشتم و نهم تون رو بدونید. اینطور نیست که بگید حالا من اونا رو یادم رفته و خب میذارم کنار، فقط میشینم میچسبم دهم و یازدهم رو میخونم. نه، خیلی از مطالب هفتم و هشتم و نهم شما رو ما لازم داریم که توی تست از اونا استفاده میکنیم. پیشنهاد من برای اولین گام میدونید چیه؟ برای اولین جلسه تا جلسه آینده انشالله، اولین کاری که شما انجام میدید، اینو باید کاری که میگم انجام بدید، کتاب هفتم و هشتم و نهم رو باز کنید، فرمول ها، مثلا بخش اتحاد و فرمولاش به جز بخش هندسهش، تو بخش هندسه فقط تنها چیزی که لازم دارید، حضورتون عرض کنم، فرمول مساحت شکل ها و محیط و مساحت شکل ها هست و قضیه فیثاغورس، تمام. مابقی مطالب هفتم هشتم نه که بشین از به بسم اللهش بخون بچه، فرمولای مورد نیاز شد تو یک برگه، حالا شده یک برگه دو برگه، بستگی داره، ممکنه من به شما بگم هفتم هشتم نهم برید هر چه فرمول داره واسه خودتون خلاصه نویسی کنید، ممکنه شما نوعی بگی من اینا رو خیلی بلدم، درسته؟ بله، از هفتم تا نهم متوجه شدین؟ ممکنه از من بپرسید میگه خیلی بلد، اونا که بلد هستین هیچی، به کنار بچه ها. اونایی که فکر میکنید خب ممکنه یادتون بره، مثل اتحادها، اینا رو یه گوشه یادداشت کنید، یه خلاصه برگه بگید. حالا ما انشالله بهترین خلاصه فرمولایی که به دستمون برسه تو، حالا بعد میگم بهتون تو فضای مجازی، اینو انشالله تو کانال خودمون قرار میدیم که شما میتونید از اون فرمول ها چیکار کنید، استفاده کنید. در این حالی که خودتون برید این کار رو انجام بدید خیلی بهتر هست. یه خلاصه نویسی میکنید بر اساس نیازتون، این برگه ما برگه کنار دستو میذارید که در زمانهای مورد نیاز اینا رو یک بازبینی بکنید. قرار نیست پس بشینیم کل هفتم تا نهم رو یه سره بخونیم. اگه کتاباش هم ممکنه بگید خب حالا کتاباشو ما نداریم و به عنوان مثال کتاباشو دادیم به دوستانمون، یا کتابا در دسترسمون نیست نسخه چاپیش، خیلی راحت میتونید برید توی اینترنت تو گوگل سرچ کنید، دیگه سایت تألیف کتابی که بزنید تمام کتابها با چاپهای سالهای مختلفش به صورت فایل پی دی اف هست. شما خیلی راحت میتونید فایل رو در اختیار بگیرید و بگیرید اون خلاصه بعدی رو انجام بدید. پس این گام اولی که شما انجام میدید که اینا رو بدونید چی هست و فرمولا رو داشته باشید. یک گام دیگه محاسبات ذهنی هست که من سر کلاس با توجه به نیازمون توی تست‌های مختلف بهتون تکنیکایی رو یاد میدم که با این تکنیکا بتونید محاسبه کاریتون رو ببرید بالا و سرعت تستنیتون انشالله بهتر بشه. یه سری محاسبات اصطلاحا داریم حفظی، اینا رو من هم توی این جزوه براتون تو هم کلاس میگم، هم توی حالا کانال درسیمون در اختیارتون قرار میدم. اینا یه چیزایی که باید شما مدام در اختیار داشته باشید و اینا رو حفظ کنید تا بتونه بشینه تو ذهنتون. مثلا یه مثال ساده بگم، به شما میگم آقا 3 به توان 4 میشه 81، از اون برای قضیه هم تا گفتم 81 رو چطور میشه یک عدد توان دار نوشت، بتونید دیگه از چیزی که ذهنتون میاد 81 رو میشه نوشت 3 به توان 4. اگه 2 به توان 6 رو میگیم میشه 64، از اون برم 64 رو شما بتونی بگی 2 به توانش. اینا خیلی مهمه، چیز خیلی کوچی و ریزه ها، ولی خیلی مهمه. این مهمه که ما سر جلسه کنکور موقع تست دادن نخواهیم زمان واسه این حرفا بذاریم، فکر کنیم یه ساعت حالا 64 چی میشه، میشه 2 به توان 6، درست شد؟ یه سری توان ها، یه سری رادیکال ها، یه سری فرمول های محاسباتی بهشون استلام بگیم، اینا حفظ کردنی هن دوستان. اینا رو من به شما آموزش میدم، اینا رو براتون میدم، اینا رو شما باید تو برنامه تون انجام بشه.
خب این کل داستان هست. توی فضای مجازی ما ارتباطمون یک فضای کشوری هست بچه ها، یک ارتباطی مربوط به کانال هست و گروه هست که تو اینجا ما یک قسمت رفع اشکال کاریمونه، یعنی شما سوالاتتون رو تو زمانهای مختلف تو اون گروه مطرح میکنیم و ما پاسخ میدیم. یک کانال هم هست که محتواهای آموزشی رو میدیم. حالا ممکنه که در این سایت، در این کلاسای با کلاس آنلاین اصلا این بحث رو خود سایت پشتیبانی کنن، یعنی خودشون تمام محتوا رو برای شما بذارن، اصلا نیازی شما به کانال ارتباطی نداشته باشین، که اینا حالا من با توجه به شرایط موجود بهتون اطلاع رسانی میکنم. خب تا اینجای کار من به شما یک نمای کلی از کار رو گفتم. خب تا اینجا اگه سوالی دارید بفرمایید. نوشید جزوه نداریم. چرا جزوه به شما داده میشه؟ جزوه یا همون کتاب کاری که تعلیف خود بنده هست، هم کتاب دهم یازدهم و کتاب دوازدهم انشاءالله به زودی در اختیارتون قرار گرفته میشه. البته کتاب دوازدهم هنوز چاپ جدیدش آماده نشده، ولی خب الانم لازمم نداریم کتاب دوازدهم رو شما خریداری کنید، ولی کتاب دهم یازدهم رو به محضی که ویرایش 1401ش انشاءالله کامل بشه، در 1402 انشاءالله این به محضی که برسه میتونید شما اینو استفاده کنید. و حالا من این جزوه هم که الان اینجا فایلش رو دارم، فایل جزوه سال 1400 هست، که یه فایل که سال گذشته است، داره اون فایل جدید انشاءالله آماده میشه، بتونید استفاده کنید. ولی ببینید جلسه آشنایی، ما تو جلسه صفرم میایم میگیم که چه چیزایی می‌خوایم به شما آموزش بدیم، یک بحثی رو با هم شروع می‌کنیم. اینطور نیست که اصلا هیچ بحثی رو تدریس نکنیم، اصلا بهش جلسه صفرم میگن. تا کلاس از نظر آمار و از نظر دوستانی که میخوان تو کلاس شرکت کنن مشخص بشه، تا بتونیم در ادامه با یک روند ثابت کلاس رو پیش ببریم. خب حالا من میخوام با یک تست کنکور، دو تا از تست کنکور 1400 که واسه تون انتخاب کردم، میخوام دو تا تو این دو تا تست نقش دو تا از مطالبی رو که تو این چند دقیقه خدمتون توضیح دادم رو بگم. یک، چرا من گفتم محاسبات ذهنی مهمه؟ دو، چرا گفتم فرمول های کتاب هفتم هشتم نهمتون رو لازم دارید؟ چرا محتوای درسی هفتم هشتم نهم واسه ما مهمه؟ مگه ما کنکور نمیدیم؟ مگه ما متوسط دوم نیستیم؟ بین تو دو تا تست سال 1401 که یک تستش دقیقاً مبحثی که میخوایم درسش رو شروع کنیم و به شما آموزش بدیم، و یه دونم تست هست که دقیقاً تو این تست محاسبات و نقش محاسبات ذهنی برای شما آموزش داده میشه، آماده هستین؟ بریم سراغ بحث حضورتون عرض کنم. تست کنکور 1401 خارج داخل کشور. خب دوستان ببینید، اولین تست کنکور 1401 برای چه بخشی بود؟ بخش اولی که ما میخوایم درسش رو شروع کنیم، معادله درجه یک یک مجهولی. و بعد تو همین تست نیاز بود که یک سری اطلاعات از قبل داشته باشید. خب بیایم اینجا این سوال رو ببینید. من قبلش یه بحثی رو شروع کنم براتون. الان به عنوان یک سوال از شما میپرسم، فرق معادله با اتحاد رو میخوام بدونم. دوستان میتونید تایپ کنید چه فرق بین معادله و حضورتون عرض کنم اتحاد وجود داره، نظرتون چی؟ تمام دوستان که سر کلاس هستن میتونن نظر خودشون رو بگن، چه فرق بین معادله و اتحاد وجود داره؟ من پیام دریافت نکردم. چه فرقی بین معادله و اتحاد وجود داره؟
خب ببینید، معادله و اتحاد هر دو یک تساوی هست. معادله یک تساوی که به ازای یک یا چند مقدار در حالت کلی میتونه به یک تساوی عددی درست تبدیل بشه. لزوماً این نیستش که به ازای همه مقادیر متغیر یا مجهولاش یک تساوی عددی درست باشه. اما اتحاد یک تساوی که به ازای همه مقادیر که به متغیرش ما بدیم یک تساوی همیشه درست است. یک تساویی که به ازای همه مقادیر متغیرش میتونه به یک تساوی عددی درست تبدیل بشه. خب حالا ما در کتاب دهم میایم با معادله درجه یک آشنا میشیم. حالا من این بحثی که گفتم رو دقت بکنیم. الان این مثالی که نوشتم ببینید، این تساوی 6 به اضافه 1 مساوی با 7، درسته؟ این یک تساویه. فقط اگه به x2 بدید این تساوی به یک تساوی عددی درست تبدیل میشه. پس این از نظر ما یک معادله است. اما نگاه بکنید، این تساوی x به اضافه 1 در x منهای 1 مساوی با x به توان 2 منهای 1. ببینید این تساوی یک اتحاد. چطور؟ شما الان به x هر چی دوست دارید انتخاب کنید براش. مثلا من به x بدم، به x بدیم بچه ها مثلا 2. خب سمت چپ اگه به جای x2 بذارید 2 1 3، 2 منهای 1 1 3 1 3. این سمت چپ. سمت راست ببینید، اگر به x بدید 2، 2 به توان 2 4 منهای 1 میشه 3. سمت چپ با راست برابر شد. حالا به x عدد دیگه ای بدید، مثلا به x بدید 0، بازم همین اتفاق میفته، یعنی سمت چپ با راست برابر میشه دوستان. پس اینه که میگیم معادله یک تساوی عددی که به ازای در حالت کلی یک یا چند مقدار میتونه به یک تساوی عددی درست تبدیل بشه، اما اتحاد یک تساویه که به ازای همه مقادیر متغیر میتونه یک تساوی عددی درست بشه. ما در ادامه در کلاس بچه هر جا اتحاد لازم باشه استفاده میکنیم، ولی که ما بیایم تدریس اتحاد رو بکنیم نه، چون دیگه اتحاد تو بخش کتاب درسی دوم نیست، ولی هر جا لازم باشه از اتحاد و خواصش خواهیم گفت. خب حالا این تفاوت معادله و اتحاد رو گفتم، بریم همین تست کنکور سراسری 1401 رو با هم حل کنیم. آماده هستیم؟ ببینید میگه در شکل زیر مساحت چی؟ مربع. ببینید دوستان، ساده ترین اطلاعات هفتم هشتم نهم شما رو میخواد مساحت مربع رو بدونید، مساحت مثلث و فرمولش رو بدونید، مساحت زوزنقه رو فرمولش رو بدونید. درست شد؟ این خیلی مطالب خیلی ساده از قبل رو لازم داره و استفاده میکنه. قطعا تو کتاب دهم ریاضی آمار ریاضی سال دهم رشته انسانی فرمول مساحت مربع و مثلث و زوزنقه تدریس نشده، اینا ما رو قبله. پس بنابراین شما به عنوان یک فرمول از قبل باید بدونید. خب بریم این مسئله رو حل کنیم با هم دیگه تو هم یک جلسه، ببینید چه اطلاعاتی تو این مسئله لازم بود شما بدونید. و اینکه خب من حالا چرا این مبحث رو انتخاب کردم، چون اولین مبحثم که میخوام تدریس کنم براتون در ادامه همین معادله درجیه، که یعنی از همین بخش اول یه تست کنکور اومده بچه. خب دقت بفرمایید، میگه که مساحت مربع در شکل زیر مساحت این مربع رو داده. نگاه بفرمایید، این مربع از 1/3 مساحت مثلث به اندازه 3 واحد مربع بیشتر مساحت زوزنقه رو بگید. یکی از روش‌های حل معادله، مسائلی که تو معادله مطرح میشه مسائل توصیفیه، یعنی یک توصیفی از یک معادله ارائه شده، شما باید اونو تبدیل به یک معادله کنید به صورت ریاضی و بعد اونو معادله رو حل کنید. خب ببینید دوستان، من میشینم خط به خط اینو با هم هجا میکنیم. مساحت مربع
خب نگاه کنید طول زل داده دو، پس مساحت مربع چی بود فرمولش؟ یه زل ضرب در خودش دیگه. خب دو دو تا چهار، پس مساحت مربع اینجا چهار. اینجا که گفته از، ببینید کلمه از تو سوالات توصیفی مربوط به معادله نقش تساوی رو داره. میگه از یک سوم مساحت، پس معلوم میشه یک سمت تساوی معادلتون باید مساحت مربع بذارید که میشه چهار. مساوی رو میذارید، میذارم من میذارم سمت راست. سمت چپ چه اتفاق میفته؟ گفته یک سوم، یک سوم رو میذارم مساحت مثلث. خب مساحت مثلث رو باید بلد باشیم، میشه یه دوم قاعده ضرب در ارتفاع. به این مثلث نگاه بکنید، مثلث مثلث قائم الزاویه است دوستان، درست شد؟ مثلث مثلث قائم الزاویه است. خب من میتونم این زلش رو مثلا قاعده بگیرم، چون نمیدونم طول این زل چقدره، مثلا میگیرم x، ارتفاعشو همین دو طول زل مربع بگیرم. خب یه سوم رو مینیسم، یک دوم. چرا یک دوم گذاشتم؟ بود یک دوم مساحت قاعده، یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع، یک دوم به جای قاعده x میذارم و به جای ارتفاع دو میذارم. خب یک سوم مساحت مثلث پس میشه یک سوم پرانتز یک دوم x ضرب در دو. گفته به اندازه سه واحد بیشتر از مساحت هست، یعنی اگه مساحت مربع رو شما خواهیم با مساحت مثلث بسنجین، یه سوم مساحت مثلث رو حساب کن، بهش چند واحد؟ سه واحد اضافه کن، میشه مساحت مربع. خب تا اینجا طریقه ساخت خود معادله واسه شما اوکیه؟ همه قشنگ متوجه شدید که معادله رو من چطور ساختم؟ یه پیامی بدید ببینیم چه وضعیه. ساخت خود این معادله رو یه سومه یه دومه x ضرب در دو به اضافه سه شده مساوی با چهار. ساخت خود این معادله رو متوجه شدید چطوری معادله رو ساختیم؟ بسیار. حالا به اینجا میدید، من این توضیحات تایپ شده براتون گذاشتم، فقط دارم توضیحات بیشتری بهتون میدم. به اینجا که رسیدم، خوب دوستان دقت کنین، میام چیکار میکنم؟ اینو ساده میکنم. ساده کردنم چطوریه؟ این دو رو با دو خط میزنم، یه سوم x به اضافه سه اینجا هست بچه ها، سه رو میبرم اون ور، از چهار کم میکنم، چهار منهای سه میشه چند؟ یک. یه سوم x مساوی با یک، درسته؟ خب از اینجا x چنده؟ خب اینجا میخوام یکی از محاسبات خاص ریاضی رو که سریع‌تر کار شما پیش میره با توجه به نوع حل پیش اومد براتون حل کنم و ارائه کنم. خب بیایم تو این صفحه دیگه. دوستان ببینید، ما گفتیم که یه بار دیگه بنویسم براتون، یه سوم x شد یک. خب ببینید برای به دست آوردن، ببینید یک سوم x مساوی با یک چی شده؟ نه قرار نیست. خب شما الان تو تفهیم مسئله هستین بچه ها، اگر تفهیم خود مسئله براتون وقت میبره الان چیز نگران کننده نیست، چون این اولین تستی که داریم برخورد میکنین، باید با نحوه تست آشنا بشین و بعد خب اینو با سرعت حل کنید. اینطور نیست که شما در نگاه اول بگید من هم جوابو میگم. داریم تستای البته تر این حد، ولی فکر کردن رو مسئله توصیفی یکی از قالب‌های مسائل معادله است. یعنی شما قشنگ متوجه بشید اون گفته مساحت مربع چیه، سریع این مطلب رو بنویسید. حالا رسیدید به اینجا میخوای سریع x رو حساب کنی، من سه روش بهت یاد میدم. روش اول چیه؟ روش اول، خب اینو گفتیم عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. نکنه اینا همه اطلاعات دوستان کجاست؟ بعضی از این مسائل اطلاعات قبلی هست. خب من بخوام یک رو تقسیم کنم بر یک سوم، خب ببینید میتونم به یک مخرج بدم، بعد میتونم یک تقسیم بر یک سوم، بعد دور در دور نزدیک در نزدیک کنم، جواب میشه چند؟ سه.
اما این راحت تر از این. به قول ما شما، ما دوست داریم که اینجا سوال سریعتر حل بشه. خب سریعتر حلش میکنیم. گام دوم ببین، به جای اینکه بگی یک و بر یک سوم تقسیم میکنم، عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، کاری نداره، یک و عدد معلومو در معکوس ضریب مجهول ضرب کن. خب یک و در معکوس یک سوم، معکوس یک سوم چند میشه؟ میشه سه یکم، میشه سه. ببینید راحت تر بدست. خب اما من از این دوتا روش راه ساده تری هم تو ذهنم هست به شما بگم. ببینید اینجا براتون میمیسم، اگر تو یک تساوی نسبت داری داشتید، مثلا آ به اوم ایکس مساوی با سی ده اوم، ببینید، و از اینجا گفتن ایکس رو به دست بیارید. خب یه راه سری میخوام بهت یاد بدم که چطور اینو سری محاسبه کنی. ببین اگر داشته باشی، مثال میزنم برات، مثلا دو سوم ایکس مساوی شده با پنج چهارم، به شما میگن سری ایکس رو بگو. خب ببین چی کار میکنی، این سه رو در پنج ضرب میکنی، دو رو در چهار ضرب میکنی، حالا ایکس به دست میاد، میشه خط کسری سه پنج تا پونزده تا دو چهار تا هشت تا، تمام، جواب به دست اومد، کار سریع تر شد. همین محاسبات ذهنی خیلی ساده خودش هم چند ثانیه کار ما رو جلو بندازه، خیلی عالی. خب پس الان برگردم، پس اون مسئله رو اگر میخواستم با این متد حل کنم، یه سوم چی بود بچه ها؟ اینجا می‌نویسم براتون، یه سوم ایکس مساوی با یکی بود. ببینید چطوری حل میکنم، اینطوری میگم، میگم یک سوم ایکس مساوی با یک بود، پس ایکس چنده؟ اگه یک مخرج یک بهش بدیم، این سه در بالا زر میشه، سه یکی سه تا، این یک در پایین زر میشه، یکی سه کم سه میشه، تمام. متوجه شدین؟ این طریق ساده کردن براتون اوکی شد؟ به عنوان مثال اگه من الان به شما بگم منفی دو پنجم ایکس مساوی با هشت دهم ایکس چنده، سری چی میگید ایکس چنده؟ سریع حساب کنید. ایکس میشه چند؟ ایکس میشه چند؟ چهل بیستم. خب ببینید من حالا تو اینجا به قول شما این پنج رو ضرب در هشت کردیم، دو رو تقسیم بر چند کرد، دو رو ضرب در ده کردید، میشه چهل بیستم که میشه منفی چند؟ دو. درسته؟ اما اینجا یک کلک دیگه هم تو محاسبه به شما یاد بدم، این خیلی قشنگه. ببینید شما در تناسب یعنی تساوی بین کسرا اجازه دارید صورت و با صورت، مخرج و با مخرج اگه ساده شد ساده کنید، در ضرب و تقسیم کسرا اجازه ندارید، فقط میتونید صورت و با مخرج کس ساده کنید، اما در تساوی بین دوتا کس اجازه این کار رو دارید. یعنی نگاه کنید، میتونید بگید دو به دو یک مرتبه، هشت به دو چهار مرتبه، پنج به پنج یک مرتبه، ده به پنج دو مرتبه. حالا همون طرف مسطح این کنید، نیا کنید بذار اینجا چهار باز با دو ساده میشه، چهار به دو دو مرتبه، دو به دو یک مرتبه، کلن شد م ایکس مساوی با منفی دو. گرچه اگر می نوشتید بچه ها ایکس مساوی با منفی چهل بیستم و بعد می گفتید منفی دو هم اشکالی نداشت. خب حالا برگردیم تو اون تست کنکور سراسری، بیایم این تست رو سریع حلش کنیم، یک تست سریع از این قسمت. خب دوستان ببینید، من یک سری اطلاعات اول اینجا براتون پاک کنم. ببینید ما تا اینجا رسیدیم که x سه. خب یکم سریع بخوایم این مسئله رو با هم حل کنیم، خوب نگاه کنیم، من میخوام این مسئله رو سریع حلش کنم. بفرمایید، میایم اینجا، من اینو برم تو یک صفحه دیگه براتون کپی کنم که بتونیم حلش رو تمیزتر ارائه بدیم. خب این مسئله رو من آوردم، این تست کنکور سراسری رو آوردم اینجا، حالا میخوایم همین تست رو سریع حلش کنیم. خوب نگاه کن به حل سریع این تست. خب قرار شد توی این تست جواب شما
غلط نه نبود دیگه، 40 20م منفی میشه منفی 2، درست شد؟ 40 20م منفی شد منفی 2. خب توی این محاسبات ببینید اصلا اساس کار، اگر میبینید کند هستین تو تست دادن تو محاسبات، باید تمرین زیاد تو این زمینه انجام بدید. مثلا این مثال من براتون حل کردم، شما بتونید مثالای قوی تری تو این قسمت حل کنید. بیاین اینجا این سوال رو با هم سری جمعش کنیم. میگه که پس الان تو این سوال شما چه چیزی من توضیح دادم؟ آقا من با فرمولای مساحت خوب بلد باشم، نداشته باشیم گیریم. خب بیایم اینجا ببینیم چطور شد. من اینجا گفته در این شکل مساحت مربع، قرار شد اگه از دیدم بذارم سری مساوی. خب مساحت مربع چیه؟ 2 تا 4. خب 1/3 مساحت مثلث، خب می‌نویسم 1/3 مساحت مثلث، این زل و ایکس می‌گیرم سری میشه 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع 2. گفته 1/3 مساحت بعد 3 واحد بیشتره، مساحت مربع از 1/3 مساحت مثلث 3 واحد بیشتره، اگه به من 1/3 مساحت مثلث 3 واحد اضافه کنیم میشه 4. بعد میریم سراغ این، شد که این 2 رو با 2 خط زدیم شد 1/3 ایکس به مساوی شد با 3 از 4 کم شد 1. و از اینجا طبق روش تستی که سریع بهتون یاد دادم میگید 3 1 3 تا این مخرج 1 بهش میدیم و 1 1 میگه 3 1 ایکس میشه 3. خب ایکس رو به دست آوردید 3. حالا خود حل کردن این ور بچه ها 2 روش داره، من هر 2 روش رو میگم ولی روش دوم بیشتر میپسندم. روش 1، خب من میخوام مساحت زوزنقه رو پیدا کنم. خب مساحت رو میدونید تو ریاضی با اس نشون میدیم، اول کلمه سورفیس یعنی سطح. خب مساحت زوزنقه رو باید جز حفظیات کلاس 7 8 9 بلد باشیم. مساحت زوزنقه چی بود؟ 1/2 مجموع 2 تا قاعده ضرب در ارتفاع، خب میشه 1/2 مجموع 2 تا قاعده، این قاعده بالا 2، قاعده پایین 1/2 داشته، 1x هم که 3 بود 5، پس میشه 1/2 به اضافه 3 ضرب در ارتفاع. نگاه کنید دوستان، این زوزنقه زوزنقه قائم مزاویه است، همین زله میتونه ارتفاعش باشه که زله مربع هم هست، یعنی پس ارتفاع 2. تمام، 2 رو با 2 خط میزنید، درست شد؟ 1/2 مجموع 2 تا قاعده. البته من اینجا فقط یک نکته رو تو مجموع 2 تا قاعده اضافه کنم. خب قاعده کوچیک 2 بود، قاعده پایین 1/2 بود، 1x3 بود، 2 3 5 بود که اینجا من 3 نوشته بودم، ضرب در ارتفاع که همون 2 بود، 2 با 2 خط میخوره. حالا 2 و 5 چند میشه؟ میشه 7. پاسخ میشه گزینه 4. خب این باید فرمول مسئله زوزنقه رو بلد باشید، اما همینجا میتونید بدون فرمول مسئله زوزنقه از اینجا به بعد چرک کنید. یعنی بعضی ایکس به درس آوردید بگید خب مساحت این شکله که میخواد زوزنقه کی گفته یه تیکه مربع است یه تیکه مثلثه، مساحت این دوتا مربع و مثلث رو با هم جمع کنید میشه مساحت زوزنقه تون. خب مساحت مربع 2 تا 4 تا، مساحت مثلث هم 1/2 قاعدش که 3 به دست اومد ضرب در ارتفاع 2، 2 با 2 خط میخوره، 4 به اضافه 3 7 میشه. تمام، این میشه تست کنکور 1401 رشته انسانی که یک معادله توصیفی از معادله درجه 1 به ما دادن. خب تو این سوال چی میخواستم به شما بگم؟ چرا اصلا این سوال رو حل کردم؟ به دلیلی که میخواستم تو این سوال نشون بدم بچه ها اگر به شما میگم اون فرمولای قبلی رو لازم داریم واسه اینجا هست، با سوال ساده رو از دست بدیم فقط به خاطر اطلاعات قبلیمون ضعیف بوده یا یادمون رفته و حیف این تست از دست بره، درست شد؟ قطعا شما اگر بدونید بشینید همینجا 10 مدل از این تستای معادله توصیفی بزنید قطعا سرعتتون میره بالا و تسلطتون بیشتر میشه و تست بهتر میزنید. اصلا تو گام اول تست دادن بچه دنبال این نباشین که تستو سریع بزنید، خیر، اتفاقا دنبال میشه این تست چطوری طرح شده، از چه فرمولی استفاده باید بشه، اون فرمول چطور تو این تست به کار بزنیم و از چه محاسباتی باید استفاده کنید که به تست برسید. بله ما در کلاس درسیمون قطعا اول درس میدیم، ولی من خواستم با یه تست کنکور به شما نشون بدم که چی؟ یه معادله درجه 1 توصیفی به شما دادن شما چه اطلاعاتی واقعا لازم دارید،
اینجا توی این تست نشون دادم برای شما که شما قراره فرمولای قبل رو بدونید، درسته؟ حالا یه تست دیگه از سال 1400 انتخاب میکنم که محاسبه ذهنی داره توش. این اگه دانش آموز محاسبه ذهنیشو درسته، معادله درجه یک رو خوب بلد نیستید، حتما تو این بخش ما به شما تدریس میکنیم. ولی چیزی که هست تو توصیف معادله و اینکه چرا من حالا اصرار کردم آقا این مساحت و این فرمولا رو بدونید، شما باید خوب تو این مسائل حواستون باشه، همه چیز مطالبی که میگم رو و مواردی که میگم رو حتما الحاظ کنید تا بتونید انشالله در ادامه کلاس رو خوب پیش ببریم با هم دیگه و شما هم پیشرفت کنید. خب من قرار نبود بچه ها تو این جلسه بشینم یک بسم الله درس بدم، فقط خواستم از یک نکته استفاده کنم. خب یه سری محاسبات ذهنی داریم تو جمع و ضرب و تقسیم اعداد، اعشاری ها، اینا یه چیزایی که ممکنه شما خوب بلد نباشید، میخوایم اینا رو نقشش رو توی تستای کنکور با هم دیگه ببینیم. من در اینجا یه محاسبه، خب سوال پرسیده شده آیا از معادله درجه یک تو کنکور 1402 میاد؟ ببینید تو کنکور 1398 تا کنکور 1401 از معادله درجه یک تست مستقیمی مثل این تست نیومده بود. امسال از معادله درجه یک معادله توصیفیش اومد، اما یه مدلی دیگه‌اش هست از معادله درجه یک که تو این 4 ساله نیومده. اون مدل هم ما به شما تدریس میکنیم، شانس اومدن اون مدل از این مدل توصیفی که الان با هم حل کردیم بیشتر. ولی مثلا بهتون بگم معادله درجه 200% جز معادلات چیه؟ جز معادلاتی کسی که هر سال تو کنکور میاد. بله ما هم معادله درجه 1 رو درس میدیم، هم معادله درجه 2 رو درس میدیم، هم معادلات کسری گویا رو درس میدیم. اصلا کلن فصل اول درسمون که شاید نزدیک 4-5 جلسه بیشتر هم باشه فقط بحث معادل هست، درست شد؟ پس من فقط خواستم تو تست شماره 1 به شما این نکته رو بگم، حواست باشه تمام مباحث 7، 8، 9 سریع فرمولای مورد نیاز رو چک کن، یه گوشه بنویس که اینا هی بتونی توی ادامه تو تست دادن ریاضی، تو مباحث ریاضی اینا رو برای خود جلو چشت داشته باشی، حفظ داشته باشی، تسلط داشته باشی تا بدونی در ادامه تستا رو به موقع بزنی. وگرنه واقعا اگر این مطالب شما تسلط کلی باید بشینید فکر کنید، این همون مطلبی که شما تایپ کردید برای من، کلی باید بشینید فکر کنید تستا حل کنید، زمان از دست میدید، درسته؟ خب من یه تستی دیگه برات انتخاب کردم. تستی که میخوام انتخاب کنم براتون و بعد مبحث رو با هم، یه تستی هست از مباحث حضورتون عرض کنم ریاضی دهم هست باز هم و 11 البته ترکیبی، اما نکتهش جالبه که کسی نکته رو بدونه میتونه این تست رو تو زمان خیلی کمی حل کنه. این سوال رو ببینید، این سوال 108 کنکور سراسری انسانی بوده امسال و نکته بسیار ساده‌ای داره و شما میتونید این سوال به اصطلاح خودمون توی زمان خیلی کم حل کنید. الان هم مهمی که من نکتهشو بهت آموزش میدم، اما چرا میخوام اینو بهت بگم؟ میخوام نقش یک محاسبه ذهنی رو برات نشون بدم. اول محاسبه ذهنی رو بگم، بعد تو این تست از اون محاسبه ذهنی با هم چیکار کنیم استفاده کنیم. یکی از بچه ها خوب نگاه کنیم، یکی از محاسبات ذهنی که داریم اینه، محاسبه توان دوم اعداد دو رقمی با رقم 1.5. این خیلی به دردمون میخوره. مثلا من میخوام بدون محاسبه سریع، بدون ضرب کنم 25 رو سریع بگم به توان 2 چی میشه، مثلا 35 به توان 2 چی میشه، مثلا 45 به توان 2 چی میشه، مثلا 75 به توان 2 چی میشه. خب آماده هستین یه محاسبه ذهنی بهتون آموزش بدیم؟ این محاسبات ذهنی رو بچه‌ها حتما یادداشت کنید واسه خودتون، اینا تو کتاب و کارتون و تو کلاس و توی چیز جزوه هیچ جا نیومده. اینا محاسباتی است که شما بسته به نیازتون یا بلدید روشاشو
یا اینکه بلد نیستید، اگه بلد نیستید یادداشت میکنید، اگه بلد هستید که خب اهمیتشو بیشتر میبینید تو تستا. بیم اینجا میخوام 25 به توان 2 رو سریع محاسبه کنم. ببین چه راه سریع به اعداد میدم. بیا رقم 10 گان رو خوب دقت کن به حرفام. رقم 10 گان چنده؟ 2. در رقم بعد از 2، خب بعد از 2 چه رقمی میاد؟ 3 دیگه. خب یعنی در رقم بعدی سر کن، بگو 2 3 تا 6 تا، یه 6 بنویس جلوش، یه 25 بذار، تمام. 25 به توان 2 میشه 625. بیا این پایینی حساب کنم. 35 به توان 2 میخوای حساب کنی؟ 3 رو به توان 2 برسون، 3 رو در یک رقم بیشترش ضرب بکن، 3 4 تا 12، یه 25 جلوش بذار. دیدی چقدر باحال شد؟ خب میگی خب این چه به درد میخوره؟ ما که نیومدیم کلاس بازی اعداد بچه ها، ما کلاس کنکور اومدیم. میگم عجله نکن. خب فقط برای توان 2 استفاده کن. مثلا لاغون میخواد 45 به توان 2 بدون ماشین حساب، از ماشین حساب سریعتر حساب کنی، کاری نداره. 4 رو در رقم بعدی ضرب کن، 4 5 تا میشه 20 تا، پس این میشه 20 25. یاد گرفتین؟ اگه یاد گرفتین خودتون 75 به توان 2 برای من حساب بکنین سریع. 75 به توان 2 چی میشه؟ خودکار کنار دستت باشه، یه برگه کاغذ باشه، دراز نکشیده باشی، موبایل رو یا لپتاپ دستت گرفته باشی، تو کلاس ما اومده باشی. این حال نمیده تو کلاس ها، همچین قبراق و سرحال باشی تا. خب 75 به توان 2 منتظر جواب ما. سریع سریع آفرین. میگید 7 6 8 7 تا، در رقم بعدی چنده؟ 8. 7 8 تا 56، یه 25 جلوش میذارم، تمام. 56 ممیز 25، درست شد؟ قشنگو تو بیاد گرفتی؟ خب حالا میگی خب آقا اینو میشه مثلا تو قالب یک تست کنکور به من نشون بدی؟ خب این چه به درد میخورده بدونم؟ پس یادت باشه واسه خودت خواستی توضیح بدی، میگی محاسبه توان دوم عدد دو رقم دو رقم امکان 5 چطور انجام میدم؟ رقم دهگانو در یه رقم بیشترش چیکار میکنی؟ ضرب میکنی و جلوش 25 میذاری. خب حالا بچه ها ببینید، مثلا اگر من بگم 8.5 به توان 2 چند میشه، شما چطور اینو حل میکنید واسه من؟ ببینید ممیز شما رو گیج نکنه، ممیز رو بذار کنار، انگار یه عدد دو رقمی داری، باز رقم یکانش 5، حتما باید رقم یکانش 5 باشه بچه‌ها، و حتما توان 2 اشتباه نکنی. خب میگی 8 رو در یه رقم بیشترش ضرب میکنم، 8 9 تا 72 تا، یه 25 هم قراره بذارم. حالا یه رقم ممیز دارم، وقتی به توان 2 برسه چند رقم ممیز میشه؟ میشه دو رقم ممیز، پس میشه 72 ممیز 25. جا افتاد؟ پس 8.5 به توان 2 یه جا رسیدیم، میشه 72 ممیز 25. خب میتونید چرا این محاسبات رو میگم؟ یه جایی که خیلی این محاسبات قشنگ جواب میده، یه بخشی دارید تو ریاضی به نام بخش آمار. خب تو بخش آمار یه بخشی میخونید به نام محاسبه انحراف معیار. انحراف معیار جذر واریانس، اصلا ما فرض کن شما اینا رو بلد نیست، مهم نیست، انحراف معیار جذر واریانس. فرض کن شما حساب کردی واریانست شده، خوب دقت کن، واریانس رو حساب کردی شده 42.25، 42 ممیز 25 صدق، این شده واریانس شما. میخوای جذر بگیری؟ مگه توی ماشین، مگه تو کنکور ماشین حساب اجازه میدن؟ خیر، من چطور بدونم جذر 42 ممیز 25؟ حدودشو میتونم بگم، اما اگه بخوام دقیق بگم چطور میگم؟ نگاه کنید، یک عدد دارم 42 25، درسته؟ این 25 رو بذار کنار. آیا 42 رو میتونی ضرب دو تا عدد متوالی به من بگی؟ سری میشه یا نه؟ 42 رو میتونم بنویسم 7 6 تا، درسته؟ 42 رو میتونم بنویسم 7 6 تا. خب تمام، جذر 42 25 رو میخوای، این عدد کوچیکه رو بردار، جذر 25 هم که چنده؟ نیمه. تمام، جواب این میشه 6 رو به همین راحتی. دیدی چه راحت جذر گرفتم؟ حالا این کلک رو از کجا یاد گرفتم؟ همینطور که میدونم 65 به توان 2 میشه 42 25،
از اون ور قضیه هم اگر گفتن جزر 42.25 و 4225 رو حساب کن، حواسم باشه. پس اگر یه عدد 4 رقمی تو کنکور دیدیم، نگاه کنیم، بیایم اینجا یه مثال دیگه، یه عدد 4 رقمی دیدم که دو رقم دهگان و یکانش یا دو رقم سمت راستش 25 بود. خب گفتن جزر بگیر، چه کلکی بهش میزنم؟ میام این دو رقم سمت چپو تو ذهن خودم میتونم ضرب دو عدد متوالی بگم؟ میگه آره 12 میتونیمش 4 ستا. عدد کوچیکش یادداشت میکنم، یه رقم ممیز میزنم، جزر 25 چنده؟ 5. حالا اینجا اگر 12.25 بود یه رقم ممیز میزنم، اگر نبود که خب اصلا نیازی نیست ممیز. یعنی جزر 1225 به همین راحتی میشه 35. ببینید هم از این ورق قضیه مسئله رو باید باز کردم، هم از اون ورق قضیه. درست شد؟ خب الان اگر به شما بگم 95 صدم به توان 2 چند میشه، دوستان سریع جواب سریع و سریعش رو به من بگن. من میخوام 95 صدم به توان 2 رو، شما سریع جواب شو به من بگید، حساب کنید ببینید چی میشه. تن شد 95 صدم به توان 2، منتظر جواب شمایی. اول به اشعار نگاه نکنید تا من صبرم زیاده. 95 صدم به توان 2 چی میشه بچه ها؟ زود باشید. گفتم صبرم زیاده، نگفتم دیگه معطل کنید. چند شد؟ میگن 95 صدم به توان 2 90.25. خب ببینید 9 10 تا 90 90.25 میشه. اما چند رقم اعشار؟ دو رقم اعشار خودش داره، چون به توان 2 میرسه تعداد ارقام اعشار چند برابر میشه؟ 2 برابر میشه 4 رقم اعشار. پس میشه 90,000 و 9,025 10,000 اصطلاحا. درست شد؟ اوکی شد؟ متوجه شدین؟ پس 95 صدم به توان 2 شد 90,025. خب حالا که این روش یاد گرفتید، ببینید اگر کسی این تو تست کنکور 1401 میدونست چقدر این تست راحت حل میکرد. خوب نگاه کنین دوستان، نگرانی بعضی از این نکات نباشید، این نکات من همه تدریس میکنم، من فقط دارم به شما نشون میدم ببینید که اگه محاسبه ذهنی بودین چطور میتونید این تست رو تو 30 ثانیه حل کنید. خب بیایم اینجا، گفته محیط مستطیلی 30 متره، ماکسیموم یعنی بیشترین مقدار، بچه بیشترین مقادیر بیشترین مساحت این مستطیل چه عددی میتونه باشه؟ گفته محیط مستطیل داریم 30 متره، ماکسیموم مساحت مستطیل چی میتونه باشه؟ من نکتهش رو میگم، حالا جای جاش این درس میدیم و بعد میگم که حالا مثلا الان چه استفاده کردیم. یادتون باشه، خوب دقت کن به حرفام، تو مستطیل ها اون مستطیلی بیشترین مساحت رو داره، درسته؟ که مربع باشه. خب تو ذهنت بسپار چی گفتم؟ مستطیل وقتی بیشترین مساحت رو میتونه داشته باشه که مربع باشه، یعنی طول و عرضش با هم برابر باشن. همین نکته تستی رو بتونی میتونی این سوال رو اصطلاح من تو جیک ثانیه حل کنی. من اول تشریحش رو میگم، بعد تستیش رو میگم، بعد استفاده و کاربرد همین توان دوم اعداد دو رقم با رقم میکنه پنج توش استفاده میکنه. خب به خاطری که این مسئله رو بهتر بفهمید، خوب نگاه بکنید، من این سوال رو ببرم تو یک صفحه دیگه. بیاین اینجا
خوب دقت بکنین. من این سوال آوردم تو یک صفحه سفید رنگ که بتونیم قشنگ با هم حلش کنیم. خب خوب نگاه کنیم. الان چی گفتم؟ گفته محیط مستطیل 30 متره. نکته تستی درس چی بود؟ مستطیل وقتی بیشترین مساحت رو داره که مربع باشه. خب محیط را کنیم. باز اگه شما فرموله 7-8-9 رو بلد نباشید، محیط مستطیل چی بود؟ 2 برابر مجموع طول و اضافه عرض میشه محیط. اصلا محیط میشه دور شکل. درسته؟ خب پس من الان اینجا یک مستطیل اگر داشته باشم، خوب نگاه بکن، این مستطیل به شرطی بیشترین مساحت داره که طولش با عرضش برابر باشه. خب محیط 30 متره، یعنی 2 برابر طول به اضافه عرض 30 متره. میتونید این دو رو با 30 ساده کنید. چرا؟ چون بینشون ضربه. اگه 2 برابر طول به اضافه عرض 30ه، یعنی خود مجموع طول به اضافه عرض چند بوده؟ 15 بوده. از طرفی ما گفتیم مساحت مستطیل بچه ها، خب وقتی ماکسیموم میشه که طول با عرض برابر باشه، یعنی x با y برابر باشه. خب خودتون بگین جمع دو تا طول و عرض 15 است. اگه قرار باشه طول با عرض برابر باشه، یعنی طول و عرض هر کدوم چندن؟ اگر جمع طول و عرض 15 باشه و قرار باشه که طول و عرض با هم برابر باشن، طول و عرض باید هر کدوم 7.5 باشن. چرا؟ 7.5 این، 7.5 این، یعنی 15 را نصف بکنم، 7.5 به این میدم، 7.5 به این میدم. پس x مساوی با y مساوی با چند؟ 7.5 میشه. خب بریم بیشترین مساحت رو پیدا کنیم. خب بیشترین مساحت وقتی رخ میده که طول و عرض 7.5 باشن. خب مساحت مستطیل چیه؟ طول ضرب در عرضه. یعنی چی؟ یعنی 7.5 ضرب در 7.5 که همون 7.5 به توان 2ه. حالا نگاه کنید اون نکته تستی که اون موقع بهتون گفتیم 7.5 به توان 2، سریع بگید میشه چند؟ 7 8 56 25. دو رقم احشار میخوره 56 - 25. ببینید چقدر تست رو باقلوا زدید. بفرمایید. اوکی، الان واقعا شما اطلاعات خاصی لازم داشتید واسه این تست. با 2 تا نکته تستی خیلی ساده تست اونگور 1400 رو زدید و 5% بچه ها گرفتید. هر میدونید دیگه در رشته انسانی چون 20 تا تست دارید، هر تستی میشه 5%. حالا ارزش کار رو دیدید که چرا من اصرار داشتم شما محاسبه ذهنی بلد باشین. اوکی، حالا اگه آماده این، میخوام واسه این سوال یه روش جیکسانی بگم. یعنی شما همون اول به قول معروف این سوال رو سریعتر از این حرفا حل کنید، به جای که 2 خط بنویسید توی نیم خط حلش کنید. آماده این؟ یک اعلام آمادگی بکنید. آماده این؟ بسیار خوب. بیایم اینجا بچه ها این سوال من ردش کنم. سوال چی بود؟ همونطور که شما سوالو دیدین، این سوال ما بود. گفته بود محیط مستطیلی 30 متره، ماکسیموم مساحت مستطیل رو بگید. هر وقت بچه ها محیط مستطیل رو به شما بدن، بیشترین مساحت مستطیل رو خواستن، این کلک رو بهش بزنید. زحمت بکشید، خوب نگاه کنید به حرفایی که میگم. محیط مستطیل رو دادن، مساحت بیشترین مساحت مستطیل رو خواستن، این عدد محیط رو تقسیم بر 4 کنید. 30 تقسیم بر 4 میشه 7.5. چطوری فهمیدم؟ 34 میشه 15 دوم. 15 دوم هم 7.5. درسته؟ هر وقت دوستان محیط رو بدن، محیط مستطیل رو گفتن ماکسیموم مساحت رو بگو، محیط رو تقسیم بر 4 کن، 34 7.5. هر چه به دست اومد در خودش ضرب کن، 7.5 در خودش ضرب کنی میشه 7.5 به توان 2، میشه 56 25. تمام. اینم توی کمترین زمان ممکن.
محیط مستطیل رو بدن، بیشترین مساحت مستطیل رو بخوان، محیط رو تقسیم بر 4 میکنم، هر چه به دست اومد در خودش ضرب میکنم یا به توان 2 میرسونم. ببینید این تست شد زیر 10 ثانیه. حالا شما یک تقسیم بر 4 میکنی، یه توان 2 هم که نکتهش الان بهت گفتم تمام. خیلی شاد باحال هر شد. درود بر شما. حالا بیاین من یک سوال از شما میپرسم، شما حل کنید. خوب آماده این؟ این همین سوالو میخوام عددشو عوض کنم. محیط مستطیلی 24 بچه‌ها، ماکسیمم مساحتشو بگید چنده؟ سری منتظرم. محیط مستطیلی 24، ماکسیمم مساحت مستطیلشو برام پیدا کنید. چی شد؟ محیط مستطیلی 24، ماکسیمم مساحت مستطیل رو بگید. درود بر شما، آفرین. آقا 24 تقسیم بر 4 میکنم 6، 6 ضرب در خودش میکنم 6، 6 تا 36 تمام. اوکی، قشنگ متوجه شد این دیگه؟ درود بر شما. یه مثال دیگه بگم، محیط مستطیلی 42 است. یادداشت کنید، محیط مستطیلی 42 است، بیشترین مساحت مستطیل را بیابید. منتظر جوابم. محیط مستطیلی 42 است، بیشترین مساحت را بیابید. چند میشه؟ حساب کنی. بیشترین مساحت چقدره؟ خب ببینیم درست گفتید یا نه. ببینید 42 رو تقسیم بر 4 میکنم، خب 42 تقسیم بر 2 میشه 21، 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 21 دوم هم میشه 10.5. دوستان درسته؟ 10.5 رو به توان 2 باید برسونم. خب 10 رو در یک رقم بیشترش ضرب میکنم، 10 ضرب در 11 میشه 110، یه 25 هم جلوش میذارم، دو رقم اعشار میخوره میشه 110 ممیز 25، همطور که شما حل کردید. ببینید چند راحتی مسائل حل شد. من دو تا تست برات حل کردم، ادعای صحبتامو تو این دو تا تست به نشون دادم که چرا باید این کارهایی که میگم و این محاسباتی میگم رو یاد بگیرید. خب تا اینجا اوکی هستیم؟ ما قرار نیست دیگه تیکی تیکی درس بدیم، قراره مبحثی رو که شروع کردیم و با هم دیگه با یک محاسبات ذهنی دیگه پیش ببریم و بعد دیگه درس معادله رو کارش رو با هم دیگه آغاز کنیم که میشه جلسه صفرم ما. خب من میخوام یه محاسبه ذهنی دیگه بهت یاد بدم. حالا محاسبات ذهنی رو من حتما بچه ها تو برنامه کاریمون داریم که به شما هم تو کم کم آموزش بدیم، مخصوصا ضرب و تقسیم اعشار، اعداد اعشاری رو که میدونم توش خیلی گیر هستید و معمولا اینا رو خیلی کند حل میکنید. خب یه محاسبه ذهنی دیگه بهت یاد بدم، محاسبه ضرب اعداد، حالا دیگه چند رقمیش اینجا مهم نیست، در حضورتون عرض کنم 11. یه نکته بهتون بگم، مثلا تو اعداد دو رقمی من گفتم در حالی که این مثلا حالا 10.5 شد به توان 2، مثلا اگه 105 بود به توان 2 هم بازم شما میتونستید با این ایده، چون رقم یکان 5 توانتون هم 2، میتونید این کل اینو 10 رو ضرب در یه عدد بیشترش کنید، ضرب در 11 کنید
که میشه 110 یه 25 جلوش بذاریم. برای عدد سه رقمی هم میتونید از این نکته استفاده کنید، ولی خب خیلی کار راحت نیست. مثلا بهت بگم، به شما بگه 235 به توان دو رو حساب کن، شما میتونی این 23 رو بیای در رقم بعدیش که 24 ضرب کنی، ولی مهم اینه که خود این 23 ضرب در 24 دیگه راحت نیست. وگرنه میتونی 23 رو ضرب در 24 کنی، جوابشو بنویسی، جلوش 25 بذاری. بنابراین چون این مسائل بچه‌ها در حالت سه رقمی اینا دیگه کار راحتی نیست، به همین خاطر ما اونجا فقط برای اعداد چند رقمی گفتیم، دو رقمی آموزش دادیم. بیایم اینجا، خوب دقت کن، میخوام محاسبه ضرب اعداد تو 11 رم بهت یاد بدم. یک عدد انتخاب کنید، حالا هر چند رقمی، مثلا ابتدام عدد سه رقمی انتخاب میکنم، 375 ضرب در 11 مثلا، 234 ضرب در 11. میخوام مثلا این دوتا عدد رو خیلی سریع ضرب کنم. ببین چه ایده به ایدیات میدم که اعداد چند رقمی رو چطور سریع در 11 ضرب کنیم و خب تو تستا ازش استفاده کنیم. خوب نگاه کن، من برای که 375 ضرب در 11 کنم، ترفند کار اینه، از راست به چپ پچه شروع میکنیم. خب از راست به چپ یعنی چی؟ ابتدا رقم یکان رو یادداشت کن، هر چه از خودشو بنویس، 5 می‌نویسی 5. حالا این 5 که نوشتی، 5 رو با رقم پشتیش جمع کن، 5 و 7 میشه چی؟ 12. رقم یکانش رو یادداشت کن، 12 رو، رقم دهگانش رو بذار 10 بر 1. برو مرحله بعدی. حالا 7 رو با پشتیش جمع کن، 7 با 3 میشه 10. یه رقمم رقم 10 بر 1 بوده، 7 و 3 10، با اون رقم 10 بر 1 میشه 11. یکیش رو بذار اینجا، یک 10 بر 1 دیگه باز میمونه. برو سراغ عدد بعدی 3. 3 دیگه نگاه کن، پشتیش چی نیست باش جمع بشه، 3 رو خودش رو می‌نویسیم، اگه 10 بر 1 هم داشت بهش اضافه می‌کنیم. خب یه 10 بر 1 داریم، به 3 اضافه می‌کنیم میشه 4. به همین راحتی 375 ضرب در 11 کردم. درست شد؟ ببین بعدی 234 رو می‌خوایم ضرب در 11 کنیم. از رقم 1 شروع می‌کنیم، 4 رو ابتدا می‌نویسیم. حالا 4 رو با رقم پشتیش جمع میکنیم، 4 و 3 میشه 7. خب حالا 3 رو با رقم پشتیش جمع میکنیم، 3 و 2 میشه 5 و میمونه 2. 2 دیگه رقم پشتی وجود نداره، خودش یادداشت میکنیم، تمام. درست شد؟ این دوتا مثال رو، یه مثال دیگه هم براتون حل کنم یا همین رو توضیح بدم. ببینید باید چی کار کنید، باید از رقم سمت راست شروع کنید، ابتدا رقم سمت راست رو بنویسید، بعد هر رقمی با رقم پشتیش جمع کنید. بذارید مثال دیگه بگم بهتر متوجه بشید. مثلا نگاه کنید، 2000 رو مثلا 29 ضرب در 11 رو بگم. میخوایم سریع ضرب کنیم. نگاه کنید، رقم یکان رو یادداشت میکنید، 9. حالا این رقم رو با رقم پشتیش جمع میکنید، 9 و 2 11. اگه 10 بر 1 داشت به مرحله بعدی، خب 11 یکش میمونم، 10 بر 1 شو نگه میدارم، میرم سراغ 2. 2 دیگه پشتش رقمی وجود نداره باش جمع کنم، خودشو میمونم، با این 1 میشه 3، میشه 319. یاد گرفتین؟ مثلا 248 ضرب در 11 چی میشه؟ 8 رو مینویسیم، 8 رو با رقم پشتیش جمع میکنیم، 8 و 4 12 میشه 2، رقم 10 بر 1، 4 رو با 2 جمع میکنید، 6 با 1 میشه 7، و حالا 2 میمونه که با چیزی نیست جمع بشه، خودش یادداشت میشه، پس میشه 2728. این ضرب هم قشنگ یاد گرفتیم، ضرب اعداد در 11 رو، اوکیه؟ خب حالا چرا ضرب اعداد در 11 واسه ما خیلی مهمه؟ چون تو محاسبات آماری خیلی ما با این عدد سر و کار داریم. نگاه کنین، یک تست کنکور بود، خوب دقت کن،
مربوط به جمعیت بود. خب بعد آخر این جمعیت و عدد میخواست، سوال این بود که جمعیت چند برابر میشه، اصلا کاری نداریم. خب آخر سوال به این سوال رسیده بود که باید دانش آموز 1.25 رو ضرب در 1.1 بکرد. خب اگر این نکته ضرب 11 رو دانش آموز بلد بود، این سوال خیلی سریع میتونست حل کنه. چطور؟ اصلا شما به اعشار این نگاه نکنید، انگار فرض کنید 125 قرار ضرب در 11 بشه. پس تو نگاه اول اصلا من به اعشار کاری نمیگیرم. ببینید 1.25 و 125 میگیرم، 1.1 هم 11 میگیرم. خب حالا چی میشه؟ سریع بگید بگم. رقم یکان 5، 5 با 2 جمع میکنم 7، 2 با 1 جمع میکنم 3، 1 با چیزی نیست جمع بشه خودش، پس شد 1375. حالا شما زحمت بکشید 1.25 دارید، ضرب در 1.1 سریع 1375 رو بنویسید، یه رقم اعشار با 2 رقم اعشار 3 رقم اعشار، تمام شد. بعد جمعیت اون کشور پس از اون تعداد سالایی که خواسته بود، جمعیتش 1.375 رو برابر میشد. نگاه کنید کجا این نکات به دردتون میخوره. متوجه شدین؟ اتفاقا این تستا رو میگم، اما چرا الان بخش نمی کنم؟ چون خب مطالب به هم دیگه متنوع هست، فقط میخوام به نقش محاسبات ذهنی رو خوب بدونید که چرا من این محاسبات ذهنی رو به شما یاد میدیم. برای تفریح نیست بچه ها، گرچه واقعا یه جنبه تفریحی هم داره، لذتی داره، آدم میتونه چقدر راحت ضربا رو انجام بده، اما حقیقتش تو تستا خیلی به دردمون میخوره. این اگر قشنگ متوجه شده یک اعلام بفرمایید. اگر من به شما بگم شما 1.1 رو ضرب در 1.1 جوابش چی میشه؟ شما چی میگید جوابش چی میشه بچه ها؟ 1.1 ضرب در 1.1، انگار 11 رو ضرب در 11 کنید، چی میشه؟ آفرین، 1.21 میشه. چطور؟ انگار 11 رو ضرب در 11 بکنم، مثلا این 1.1 یکشو می‌نویسم، یکشو با یک جمع میکنم میشه 2، یک آخر رو می‌نویسم، یه رقم ممیز اینجا دارم، یه رقم ممیز دارم، 1.21. تمام. پس نگاه کنید خیلی از ضربای اعشاری رو میشه با همین تکنیک‌ها چیکار کرد؟ خیلی راحت حل کرد و این محاسبات ذهنی رو آموزش گرفت، یاد گرفت. خب فعلا تو محاسبات ذهنی هستیم در خدمتون، یعنی حتما جاهایی خواهیم داشت که بتونیم از این محاسبات ذهنی و نقش این محاسبات ذهنی چیکار کنیم، استفاده کنیم. این خیلی مهمه که تو محاسبات ذهنی ما اینقدر سریع عمل کنیم تا بتونیم تست کنکور رو انشاءالله تو تایم خودش خیلی عالی حل کنیم و بتونیم راحت تر پیش ببریم. مثلا نگاه کنید دوستان، میرسیم به یک معادله درجه 1. خوب نگاه بکنی، 1.121x مساوی شده با 11.2. میگن x رو به دست بیارید دوستان. میخوایم الان یه معادله درجه 1 داریم، درسته؟ و میخواییم این تو این محاسبه ایکس رو به دست بریم. ما محاسبات ذهنی رو دیگه با این شرح و مثالات دیگه توی تست، تو فصل، تو جلسه 1 اشاره نمی کنیم، همین جلسه 0 واسه همین محاسباته، ما تا اشاره کلی بهش خواهد شد، ولی پیشیم مثال زیادی ازش حل کنیم. خیلی الان نگاه کنیم بچه ها، یک معادله درجه 1 توان ایکس 1، 1.21 x شده 11.2، میگه x رو به دست برید. طبق محاسباتی که من از اون موقع تا الان به شما آموزش دادم، شما چه چیزه اینجا میتونید حل کنید؟ یادتونه گفتم چیکار کنید؟
دوستانی که سر کلاس بودین چی گفتن؟ گفتن به جای که بنویسید 11 دوم تقسیم بر 120 کن، این 120 رو ضرب در 11 کن، این 1 رو ضرب در 2 کن، x به دست میاد. خب x میشه 121 ضرب در 11 تقسیم بر 1 2 تا 2. خب حالا نگاه کن دیگه، 121 ضرب در 11 رو شما بلدی انجام بدی، درسته؟ آره، طرف وسطن کردم، مخرج تو صورت اینو تو مخرج ضرب کردم، x شد این، درسته؟ حالا 121 ضرب در 11 رو بیا نکتهش اون موقع به شما گفتم، چیکار می‌کنی؟ رقم اولین رقم سمت راست رو 1 رو می‌نویسی، بعد 1 رو با رقم پشتی جمع می‌کنی، 1 با 2 میشه 3، حالا 2 رو با پشتی جمع می‌کنی میشه 3، 1 دیگه چیزی پشت نیست جمع بشه، خب تمام. پس 121 ضرب در 3331 دوم و تمام، این کسر به دست اومد حاصلش. حالا خواستیم میتونیم 13331 رو تقسیم بر 2 کنیم، ببینید چند راحت جواب x به دست اومد، با بدون ماشین حساب و با حضورتون عرض کنم کمترین محاسبات. پس ما معادله درجه یک رو در حقیقت کار کردیم و کار میکنیم و میبینید که بیشتر از همین محاسبات داره توش استفاده میشه. خب بریم با هم دیگه یه بخشی از معادله درجه که من خدمتون تدریس کنم و کار رو پیش ببریم. خب ببینید، من اساساً توی جلسه اول جلسه گفتم فرق معادله درجه یک با معادله درجه دو رو میخواییم حالا بحث کنیم. معادله درجه یک بچه ها، اصلا کلن درجه معادله به توان متغیر بستگی داره. اگر شما معادله رو ساده کنید، پس از ساده کردن توان متغیرتون حد اکثر یک باشه، درجه معادلتون میشه یک. اگه دو باشه معادلتون میشه درجه دو، بیشتر از اون باشه خب درجه اون رو میگیره. در رشته انسانی شما حل معادله درجه یک رو میخونید، حل معادله درجه دو رو میخونید و حل معادلات کسری گویا، دیگه از این فراتر وجود نداره برای شما. خب من دو تا مثال براتون بنویسم. شناسایی معادله درجه یک، درست شد؟ معادله درجه یک 3x به اضافه 1 مساوی با 2x منهای 5. این اگر ساده هم بکنید، یعنی x رو بیارید این طرف، اعداد همه رو ببرید یک طرف، بیشترین توان متغیرتون چنده بچه ها؟ 1. پس این معادله میشه درجه 1. اما این معادله چطور بچه ها؟ x2 منهای 3x به اضافه 1 مساوی با 2x به اضافه 1. x2 به اضافه 2. به نظرتون الان درجه این معادله چنده؟ معادله درجه 1 هست، درجه 2 هست، چی هستش؟ معادله درجه چنده؟ همه جواب بدین. معادله درجه چنده؟ درجه 1 بچه ها. چرا؟ به جمله من گوش کردین چی گفتم؟ گفتم اگه خواستید درجه یک معادله رو به دست بیارید، ابتدا معادله رو تا حد امکان چیکار کنید؟ ساده کنید. ابتدا معادله رو چیکار کنید؟ ساده کنید. بیشترین توان متغیر میشه درجه معادلتون. خب الان نگاه کنید دوستان، x2 با x2 خط میخوره، حالا درجه معادله چند شد؟ درجه یک میباسم. پس این معادله درجه چنده؟ یکه. پس گول نخوریم تا بیشترین توان دو بود بگیم معادله درجه دویه. نه، معادله رو ساده کنید. اگر ساده کردید بیشترین توان متغیرتون میشه درجه معادلتون. خب این که از شناسایی معادله درجه یک دوستان. بریم سراغ حضورتون عرض کنم خود تیپ معادله درجه یک. معادله درجه یک، خب ببینید دوستان که تو معادله درجه یک اشکال داریم، 3x مثلا به علاوه 2 مساوی با 0، شکل کلیش اینطوریه، یه جمله حاوی x داره، یه عدد ثابت داره، حالا یه طرفش 0.
برای حل معادله درجه یک داستان اینه که جمله مجهول رو نگه میدارن، عدد ثابت رو میبرن اونور، میشه منفی 2، در انتقال از یه سمت به سمت علامت عوض میشه و بعد در نهایت میگیم خب x مساوی است با عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، خب میشه منفی 2/3. این میشه جواب معادلتون. اما من میخوام به شما بگم شما میتونید من بعد اینطوری حل نکنید، همینجا جواب خودتون حدس بزنید. نکنید اگه ما همه معادله یه سمت بود، همه جملات بعد از ثابت یه سمت بود، سمت راستتون صفر بود، میتونید به جایی که عدد معلوم رو بیارید یک طرف بعد عدد معلوم بر ضریب مجهول تقسیم کنید، همینجا این کار رو انجام بدید. یعنی چطور؟ یعنی اینجا همینجا بگید x جواب معادله مساوی است با عدد معلوم، عدد ثابت رو بر ضریب مجهول تقسیم کنید، 2/3 میشه 2/3، حاصل هرچی به دست اومد قرینه کنید، منفی 2/3. تمام. عنوان مثال نگاه کنید، به شما میگه معادله مثلا منفی 2x منهای به علاوه 5 مساوی با 0 رو حل کن. سری جواب چی میشه؟ به جایی که عدد معلوم بیارید یک طرف، عدد معلوم بر ضریب همینجا تقسیم کنید، یعنی عدد ثابت 5 تقسیم بر منهای 2 کنید قرینه کنید، خب میشه منهای 5/2، قرینش میشه مثبت 5/2. تمام، متوجه شدین؟ این کار باعث میشه دیگه نخواهید یه طرف ببرید، مگر اینکه مسئله معادله شما به هر حال مجبور باشید به حل این معادله. یعنی چیکار کنید؟ مجبور باشید که به حضورتون عرض کنم که همه رو مرتب کنیم، مثلا اینطور معادله بدم، منفی 2x به اضافه 3 مساوی با 1 منهای 4x، بگن x رو به دست بیارید. خب اینجا دیگه مجبورید، همه رو میتونید بیارید یه طرف، بعد این کار رو بکنید، منفی 4x میاد اینور میشه مثبت 4x، با منهای 2x میشه 2x، 1 میاد اینور میشه منفی 1، با 3 میشه مثبت 2 مساوی با 0. حالا سری جوابو بگید، عدد ثابت تقسیم بر ضریب مجهول قرینه کنید، 2/2 1 میشه، قرینش میشه منفی 1. تمام، پس میتونید معادلات رو به این سبک هم حل کنید. تا اینجا سوالی هست، نکته ای باشه که قابل فهم براتون نباشه؟ بیشتر از این که بخوایم در معادله درجه یک بچه ها ما بحث کنیم، بیشتر احساس میکنم شما تو بخش معادلات توصیفی مشکل داشته باشید، یعنی یک معادله توصیفی رو نتونید اون توصیف درستش رو تبدیل به یک معادله کنید و حل کنید. سعی میکنیم از این قسمت ها بیشتر مثال با هم حل کنیم. آماده هستیم؟ من پیاماتون رو باز ندارم بچه ها، نمیدونم ارتباط دارید اصلا. بسیار، ببینیم مثالی با هم حل کنیم بچه ها. مثالی که براتون انتخاب کردم یه تمرین کتابه، این سوال رو میخواییم با هم حل کنیم، این دوتا سوال رو. نه اینا همه معادله درجه چند بود؟ درجه یک. من فعلا درجه 2 هنوز هیچی حل نکردم براتون. درجه 2 باید توان x چند باشه؟ 2 باشه. اون معادله که من حل کردم نامرتب بود، شما آمدیم همه رو یه طرف آوردیم مرتبش کردیم بعد حلش کردیم. خب الان به این سوال نگاه بکنیم، سوال 1 میگه اگر x مساوی با منفی 2 جواب این معادله باشه مقدار آ چنده؟ نگاه کنید
علاوه بر مجهول ایکستون یه مجهول دیگه هم مثل آ آورده تو سوال، درسته؟ مقدار آ رو میخواد. خب کاری نداره، برای حل این مسئله دقیق بفهمیم چی کار میکنیم. x مساوی با منفی 2 جواب معادله است. دوستان جواب معادله رو میتونید تو معادله قرار بدید. خب جواب معادله رو به جای x قرار بدیم چی میشه؟ به جایش بذارید منفی 2 آ ضرب در منفی 2 میشه منفی 2 آ به اضافه، دقت کنید، به جای x دارم منفی 2 میذارم، به جای x منفی 2، منفی 2 به روی 2 مساوی با 2 آ. یعنی معادلتون از حالت مجهول x خارج شد، به مجهول a تبدیل شد، درسته؟ خب بیاییم با هم حلش کنیم. خب اینجا که گفتم این معادله بازم درجه که باید مرتبش کنیم با هم، ببینید چطور مرتبش میکنم. این دعا سمت راست میاد سمت چپ میشه منفی دعا، با این منفی دعا میشه منفی 4. منفی 2 تقسیم بر 2 هم که میشه منفی 1 مساوی با 0. باز رسیدیم به معادله درجه یکی که جمله مجهول و عدد ثابتش همه یه طرفن و سمت راست فقط 0. خب میام چیکار میکنم؟ میام حالا آ رو میخوایم چیکار میکنیم؟ عدد معلوم، عدد ثابتتون منفی 1 تقسیم بر منفی 4 کنید، قرینش هم بکنید، منفی 1 تقسیم بر منفی 4 قرینش هم بکنید. خب منفی که با منفی خط میخوره میشه یه چهارمه منفی. خب حالا گفته آ کدوم گزینه است، پس آ میشه گزینه 4، میشه منفی 4. قشنگ متوجه شدین؟ این مدل سوال دیگه از یک معادله درجیه که یک مجهولی بود. من منتظر پیام های شما تو این مورد. بسیار خوب، حالا بریم سراغ سوال بعدی. بچه من این سوال ببرم تو یک صفحه دیگه. سوال گفته که مجموع سه عدد فرد متوالی صد و پنج یکان عدد کوچکتر کدام است؟ من یک سوال مطرح میکنم، اعداد فرد متوالی چقدر با هم اختلاف دارن؟ دوتا دوتاست دیگه، درسته؟ مثلا اگه 3 هست بعد 5 بعد 7 اختلاف چند تا چند تاست؟ دوتا دوتاست. خب من سوالم اینه، اگر من عدد کوچیکه فرد کوچیکه رو بگیرم x، عدد بعدیش چی میشه؟ میشه؟ اگه عدد کوچیکه اولین عدد فرد کوچیکمونو x بگیرم عدد بعدی چی میشه؟ خب دوتا اضافه تر داره دیگه، پس اگه اولی x باشه بعدی میشه x به اضافه دو. بعدی چی میشه؟ میشه x به اضافه 4. دوتا بیشتر از این داره، متوجه شدین؟
من الان عدد فرد 3 عدد فرد متوالی جمعشون شده 105، میام عدد فرد اولی رو میگیرم x، بعدیش چی میشه؟ 2 واحد اضافه میکنم میشه x به علاوه 2. بعدی چی میشه؟ 2 واحد دیگه بهش اضافه میکنم میشه x به علاوه 4. خب الان مجموع 3 عدد فرد متوالی 105، یعنی x رو اگه با x به اضافه 2 و x به علاوه 4 جمع کنم، جمع این 3 عدد میشه 105. خب یه x میشه 3x، اینجا به علاوه 4 داریم، میتونید 105 برین از 4 کم کنید میشه منهای 101، یا اصلا میتونید اینجا 4 رو همون ور ببرید، یعنی تو اینجا حتما لزومی نداره من همه رو بیارم یکسر، 3x رو نگه میدم 4 میره از سمت راست، از 105 کم میشه میشه 100 و چند بچه ها بخشید 4 و 2 6ه، 6 از 105 کم میشه میشه 99. پس دو جور میتونستیم حل کنیم، همه رو بریم یه سمت، یا اینکه نه مجهولا یه سمت معلومه یه طرف. خب حالا x میشه چند؟ 99 رو بر 3 تقسیم کنید، 99 سوم میشه 33. خب یعنی xتون 33، پس یعنی اعدادتون یکی 33، یکی 35، یکی 37. حالا از شما یکان عدد کوچیکه رو خواسته، کوچیکتر عدد 33، رقم یکانش هم 3، پاسخ گزینه چند میشه؟ 2 میشه. این هم یک معادله توصیفی دیگه از این قسمت. درست شد؟ خب بچه ها ببینید، من همین سوال رو میخوام یکم سریعتر و راحتتر حلش کنم و دلیلش هم بهتون بگم. اینو یادداشت بفرمایید یا عکس میخواین ازش عکس بگیرید یا حالا بعد میتونید این داشته باشید. من میخوام همین سوال رو خیلی راحتتر حل کنم. ببینید الان زمان فکر کردن به سواله که ما بتونیم قالب‌های مختلف یک سوال رو روش قشنگ فکر کنیم. بیاین اینجا نگاه کنیم. من ببینید میتونستم یه روش دیگه براتون خدمتتون بگم. من اگر مجموع 3 عدد فرد متوالی رو گفته عدد وسطیشو میگرفتم x، عدد قبلیش میشد چی؟ 2 واحد کمتر بود میشد x منهای 2. عدد بعدیش چی میشد؟ میشد x به علاوه 2. یعنی به جای که بگم 3 عدد فرد متوالی یکی x به اضافه 2، یکی x به اضافه 4، میگم یکی x قبلیش x منهای 2 بعدیش x به علاوه 2. خب این چه به درد میخوره؟ این 3 تا عدد رو با هم جمع کنید، x منهای 2 x و x به علاوه 2 جمع کنید، x و x و x میشه 3x، منهای 2 با 2 هم میشه 0، 3x مجموع این 3 تا عدد چنده؟ 105. پس x میشه 105 تقسیم بر چند؟ 3، که 105 تقسیم بر 3 میشه 35، یعنی عدد وسطی 35، 2 تا کم کنم میشه 33، 2 تا بهش اضافه کنم میشه 37. خب این تکنیک چه به درد میخوره؟ خوب دقت کنید، اصلا من نیاز به این همه حل نمیبینم. مگه نگفته 3 عدد فرد متوالی 105؟ تو صورت سوال این تعداد اعدادمون باید فرد باشن، نه که نوعشون فرد باشه ها، نه مثلا 3 تا عدد فرد متوالی 5 تا عدد فرد متوالی. خب شما اینجا میتونی توی یک گام سریع و سر عدد وسطشو حدس بزنی. نگاه کن به این حل تستیم، خوب دقت کن، مجموع 3 عدد فرد متوالی 105، بیا 105 رو تقسیم بر تعدادش کن، 105 سریع تقسیم بر تعدادش کن میشه 35. یادت باشه وسطی 35، قبلیش پس میشه 33، بعدیش میشه چند؟ 37. تمام، به همین راحتی.
یعنی نیاز به این همه حل نداره. چیکار میکنی؟ یه بار دیگه میگم، گفته مجموع یه تعداد اعداد فرد متوالی 105، درسته؟ 105 تقسیم بر تعدادش بکن، 3 تا تقسیم بر 3 تا بکن، 5 تا بود تقسیم بر 5 کن، بعد عدد وسطی به دست میاد، میتونی عدد قبل و بعدش رو راحت به دست بیاری. بذار این مثال حل کنم که بفهمید چند این تست راحت و قشنگ حل شد. ببینید مثلا به شما بگن مجموع 5 عدد، حالا بچه ها زوج و فرد بودنش مهم نیست، این دفعه بنویسم زوج اصلا. خب مجموع 5 عدد زوج متوالی، درست شد؟ حالا ببینید من داستان رو بهتون خودم دستکاری کنم، من اون 5 عدد میخوام اینا باشه، 22 باشه، 24 باشه، 26 باشه، 28 باشه، این 4 تا و 30 میخوام این اعداد باشه. خب اصلا خودم صورت سوالو دارم برات میسازم. خب 22 و 24 و 26 و 28 و 30 رو میخوای جمع کنی، میتونی یک روش جمع کردن راحت به یاد بدم. 10 گاناشو جدا جمع کن، 1 گاناشو جدا، 3 و 2 5، 5 و 2 7، 7 و 2 9، 9 و 2 11. خب یه صفر جلوش بذار، چون 10 گانا رو جمع کردی، یعنی 11 جلوش میشه 110، یک صفر جلو. حالا یک گانا رو جمع کن، 0 و 8 8، 8 و 6 14، 14 و 4 18، 18 و 2 20. خب پس میشه 20 تا بهش اضافه کن، میشه 130. درست شد؟ مجموع 5 عدد زوج متوالی 130 است، درسته؟ آن 5 عدد رو بیابی، یا اصلا عدد کوچکترین عدد چه عددی؟ اصلا غیر از اینه، کوچکترین عدد چه عددی؟ مجموع 5 عدد زوج متوالی 103 کوچکترین عدد رو میخوای. خب طبق نکته تستی که به یاد دادم چی بود؟ بعد یادت باشه تعداد باید فرد باشه ها. 5 عدد زوج متوالی 103، درسته؟ کوچیترین عدد رو میخواد، چی میشه؟ میایی 130 رو، درسته؟ 130 رو تقسیم بر چند میکنی؟ تعدادش 5 میکنی. خب حالا باز ببینید نکته تو نکته شد بچه ها، من چطوری 130 رو تقسیم بر 5 کنم؟ یه راه خفن بهت یاد بدم. میخوای 130 رو به 5 تقسیم کنی، هر عددی خواستی به 5 تقسیم کنی، اون عدد رو دو برابر کن، یه رقم ممیز بزن. 130 دو برابرش میشه 260، یه رقم ممیز بزن میشه 26. تمام. خب یعنی عدد وسط به دست اومد، عدد وسط 26ه. خب تو 5 تا عدد، عدد وسط میشه عدد سوم دیگه، دو تا ازش کم میکنیم میشه 24، دو تا دیگه ازش کم میکنیم میشه 22. بفهمید کوچیک‌ترین عدد 22، واقعا هم 22. حالا میگفت عدد بزرگه رو بگو. خب دو تا میرفتی جلو 28، دو تا دیگه جلو میرفتی میشد 30. این چه جالب به دست اومد. مجموع 5 عدد زوج متوالی 130 بود. نکته تستیش چی بود؟ نکتهش این بود که این تعداد باید فرد باشه. خب فردم از 5 تاست. مجموع رو 130 رو تقسیم بر تعدادش میکردیم، 130 تقسیم بر 5 شد 26، عدد وسطی به دست اومد. حالا ما دنبال کوچیک‌ترین عدد ایم، دو تا دو تا کم میکنیم چون زوجای متوالی هن، تا به اون عدد کوچیک برسیم. یه نکته جالبترم همین الان بهت آموزش دادم. چه نکته ای؟ نکته این بود که خواستی عددی رو بر چند تقسیم کنی، بر 5 تقسیم کنی، کافی اون عدد رو دو برابر کنی، یه رقم ممیز بزنی. 130 دو برابرش میشه 260، یه رقم ممیز بزنیم که صفرش میپره میشه 26. درست شد؟ خب این میبینید سوالا هی داره سنگین تر میشه، ولی حلاش داره راحت تر میشه. تا اینجا سوالی هست؟ سوالی نداریم؟ بسیار خوب، این بود جلسه صفرم ما بچه ها. امیدوارم از کلاس امروز استفاده کرده باشین و مفید واسهتون واقع شده باشه. ببینیمتون هفته های بعد و جلسات بعد. چی سوالی پرسیدین؟ خب ببینید زوجای متوالی دیگه، زوجا هم با هم اختلافشون دوتا دوتا است، درست شد؟
فرقی نمیکنه. من گفتم اگه بگه فرد عدد زوج ماده یا بگه فرد متعالی فرق نمیکنه فرد و زوجش. شما عدد وسطت رو میتونی به دست بیاری. حالا میخوای برگردی به عقب که عدد اولی به دست بیاری تو 5 تا عدد، خب دو تا دو تا کم میکنی. چه میگه فرد متوالی چه زوج متوالی، دو تا درست. امیدوارم از کلاس امروز استفاده کرده باشین. شما هم خسته نباشید. خدا حافظ همه شما.